تماس داریم از فرانسه. سلام میکنم به سعید، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و درود به شما جناب آقای رفیعی و مهمان گرامی برنامه‌تون بعد از بهنام. سلام از من و با سلام به بینندگان گرامی سیمای آزادی و کانونها و شهرهای شورشی و همه اشرفیان در سراسر جهان، و با درود و سلام به فرمانده ارتش آزادی بخش و رهبر مقاومت بدر مسعود، شیر همیشه بیدار، که خط سرخی رو که از اولی شهید از خانواده کبیر رضایی ها، مجاهد کبیر احمد رضایی و تا آخرین شهیدی که تا الان به خواب افتاده از همین خانواده، خواهر مجاهد مرضیه رضایی، و با عبور از کهکشان 120 هزار جاودان فروغ امتداد داده و با رویاندن نسل خجسته مسعود و مریم، اینک در مساف آخرین با ایجاد کانونهای شورشی در همه شهرهای سراسر قیامی ایران زمین، این زیباترین وطن مهر سرنگونی محتوم و پیروزی محتوم را بر این رژیم سراسر جنایت و شقاوت و چپاول و غارت به ثبت داده، و ارتش آزادی ستان این وطن را به زودی از لوس وجود این جانیان پاک خواهند کرد و مردم ما به آزادی و عدالت دست خواهند یافت بی تردید. و با درود به شهرهای شورشی قهرمان، کازرون، زاهدان و شهدای قیام و همه اعتصابیون، کامیونداران اعتصابی که لرزه بر اندام دشخیمان انداختند، و این خود گویای سرنگونی و پتانسیل عظیم و ارادی استرگ مردم رنج دیده و غارت شده ما برای به زیر کشیدن این رژیم ولایت نامقدس خامنه ایست. من خواستم یک گزارش کوتاهی بدم. ما از انجمن پناهندگان سیاسی در فرانسه، در واقع باید بگم بعد از فرمان رهبر مقاومت مبنی بر تشکیل 1000 اشرف و 1000 کانون شورشی در حدود 4.5 سال پیش، این کانون شکل گرفت. تیم‌ها و گروه‌هایی که از هواداران مقاومت و مجاهدین هستند، که باید بگم از زندانیان سیاسی خب با سوابق طولانی زندان و یا کسانی که دهه‌ها در همین مقاومت و عرصه از خیلی چیزاشون گذشتن، تا بتونن به هر اندازه پیام برادر و خواهر رو در هر کجا و هر زمان به همه برسونن. ما بعد از بهنام هر روز هفته به مدت 6 روز، یعنی هر هفته به مدت 6 روز به طور روزانه در پاریس با گذاشتن نمایشگاه روزانه و میز کتاب، این کانون رزم رو به این کانون رزم مشغول هستیم، چه در راستای اطلاع رسانی و افشاگری و چه دعوت به برنامه‌های مقاومت و مجاهدین که در کاکل آن گرد همایی سالانه مقاومت است. الو، صدای من میاد؟ بله بله، صداتون میاد، بفرمایید. که در کاکل آن گرد همایی سالانه مقاومت است که دیگر امسال با وضعیت جامعه انفجاری و انقلابی و قیام‌های دیما، با تعهد و مسئولیت پذیری 100 برابر، در واقع با تعهد قیامی از چند ماه قبل که این فراخوان گرد همایی استارت خورد شروع شده، و ما به صورت تیمی و جمعی دارای تیمای بسیار قوی هستیم و از همون ابتدا برای حد اکثر فراخوان دادن به هموطنانمون به تیم بندی مختلف و دسته بندی شدیم. تیمای مختلفی که به طور در چیزای میشمرم کار انجام میدن، یک به صورت تماسهای تلفنی و گسترده با هموطنان، دو پیگیری و برخورد از نزدیک و حتما رفتن به محل استقرار هموطنانمون در شهرهای مختلف، سه مراجعات روزانه‌ای که در میز کتاب داریم و نمایشگاهمون، 4 پخش آفیش‌ها و بروشورهای برنامه در سطح وسیع، و پخش 10 ماده‌ای خواهر مریم، و 5 هم باید بگم با توجه واقعیت اینه که دخالت‌هایی که منطقه رژیم در کشورهای همجوار ایران داشته، اهم از کشورهای مختلف همسایه مثل افغانستان، عراق، سوریه، بخشی که به هر حال پناهنده هایی هستند در اینجا، پتانسیل عظیمی هم واقعا در بین این ملت ها به علت همین کشتار و تروریسم رژیم وجود داره و در واقع به نوعی گره خوردگی مشکل خودشون با رژیم رو درک میکنن و آمادگیشون رو هم برای شرکت در
این گرده همایی اعلام میکنن و بعضا هم با غرور و افتخار اینو اعلام میکنن که چقدر خوب که شما یک مقاومت و سازماندهی عظیمی دارید. من اگر بخوام بگم در نمونه هایی که برخورد هایی که با هموطنان ایرانی به حال بچه ها داشتن، کلن فضای بسیار امیدواری و سرنگونی حاکم شده. اکثرا در تماس ها، در اولین تماس میگن که خب چون سالهای گذشته هم دعوت میشدن، بلا فاصله میگن که خب شما هواداران مجاهدین هستید، مثل سال قبل گرده همایی هم در همون محل قبلیه. خیلی هم در حال میگن که تنها هماورد این آخوندها شما هستین. خیلی هاشون هم، یعنی بعضی هم که با واقعا کهولت سن و بیماری دارن، نمیتونن، دعاگوی مجاهدین هستن و میگن فقط مگه شما هست پس این آخوندها بر بیاییم. ایرانی هایی هم که ما روزانه برخورد داشتیم که توریست بودن اومدن، اکثرا هم حامل این پیامن که واقعا مجاهدین کی میان و منتظرشون هستیم. خیلی هم هستن که برخوردهایی داریم که خب خانواده هاشون واقعا از شهدای مجاهد و شهید دادن، اعدامی دادن و در این ملعی که روزانه وجود داره شرح ماجراهای خودشون، ماجراهای شهداشون رو اعلام میکنن و اینکه چه بر سر پدر یا مادر یا به هر حال ممکنه نزدیکانشون اومده در رابطه با این، حتی کسانی که قتل عام سال 67 بودن. و من اگه بخوام از حامیان فرانسویمون بهتون بگم، واقعا انسان های بسیار فهیم و حقوق بشری هستن. مثلا خانومی هست که برای حمایت و همراهی با مقاومت، با وجودی که کمی به حال سنشون بالاتره، ولی هفته یک روز برای کمک از ظهر تا پایان وقت چیز که مشغول هست برای همراهی میاد، اکتیو هم هست، برخورد میکنه. یه خانم دیگه ای هست که به صورت نیمه وقت، اون هم همینجور هفته یک یا دو بار میاد خودش در صحنه از فرانسوی ها دعوت میکنه برای این گرده همایی. و از ایرانی هایی که واقعا من خواستم یک نمونه به خدمتون بگم، یه آقای اومد یه دفعه قبل از عید بود و خودش بعد آدرس خونش رو داد، بعد ما رفتیم با دوستانمون با بعد اونجا وقتی که روزای عید بود، وقتی که خانمش با وجود دو تا فرزند کوچیک بسیار هم چهار چیز بود، ناامیدی و استرس، وقتی که برخوردهای دوستای ما رو از نزدیک دید واقعا آنچنان خوشحال شد که با وجود دو تا هر حال فرزند کوچیک داره، هفته یه بار میاد میز کتاب، خودش امضاگیری میکنه و دعوت به برنامه میکنه. من میخوام اینجا کوتاه کنم چون حتما که بقیه هم هستن پشت خط، از همه ایرانیان واقعا، از همه هموطنان میخوام با هر طرز تفکری در این کهکشان بزرگ، در سی جوان 9 تیر ماه شنبه در ویلپند حضور به هم برسانند و انشالله که این آخرین کهکشان باشه در اینجا و امسال سال پیروزی هست قطعاً. و من فقط خواستم آقای رفیق خدمتتون بگم اگه چیز شد تلاش میکنم براتون یه رپورتاجی هم برای هفته آینده بفرستم. چقدر خوب، ممنون و سپاس از وقتی که به من دادید. خیلی ممنون، تشکر. قربان شما، خیلی ممنون. ما منتظر هستیم که هفته آینده داشته باشیم گزارش شما رو. شاید حتی زودتر از هفته آینده. شما با تشکر از برادرمون سعید و نکات و تجارب بسیار ارزنده‌ای که در ارتباط با هموطنانمون گفت و از کارها و تاکتیک‌ها و روش‌های از میز کتاب تا مراجعه به ایرانیان، تجارب به اصطلاح درس آموزی برای بقیه هموطنانمون هست که به در این کارزار با مقاومت ایران همراهی میکنن. و با تشکر از همه اون شهروندان انسان دوست و مدافع حقوق بشر غیر ایرانی، فرانسوی یا هر جای دیگر، که در این کارزار
همراه و همگام با مردم ایران در این امر، در این کارزار رهایی از شر دیکتاتوری مذهبی همگام و همیار ما هستند. بله، خیلی متشکرم از سعید عزیز. تو این فاصله هموطنی از ایران تماسی گرفت و یک پیام داد که من پیامشون رو البته تا اونجایی که گرفتم رو به اطلاع برسونم. گفته بود، گفتن که من الان دارم برنامه‌تون رو می‌بینم و اشاره کردن به اعتصابات کامیونداران، گفتن که اعتصابات رژیم را فلج کرده و مردم را به گسترش هرچه بیشتر اعتصابات فرا بخوانید. اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب. درود بر این هموطن. تصاویر کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و بعد هر میزانی که فرصت بود بازم در خدمتون خواهیم بود. گرد همایی بزرگ ایران آزاد، مقاومت برای آزادی با هزار اشراف و ارتش آزادی، رهایی ایران از فاشیسم دینی می توان و باید. فریاد قیام و اراده ملت بزرگ ایران که آزادی و دموکراسی را در زیباترین وطن محقق خواهد کرد. گرد همایی بزرگ مقاومت در پاریس، زمان 9 تیر 1397، 30 ژوئن 2018، مکان پاریس ویلپانت. تماس بعدی از آلمان هست. سلام میکنم به متین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام بر شما، برادر حمید و برادر بهنام. سلام میفرستم به همه بینندگان. سلام از ماست. سیمای آزادی تو ایران و خارج کشور. من که تمام اخبارها رو دنبال میکنم، میخواستم درود بفرستم به قیام کننده ها در سراسر ایران، به خصوص به شیردنان و کوهمردان کازرون که آتش قیام را روشن نگه میدارند. و میخواستم به اعتصابیون کامیوندارها در بیش از شهر ایران درود بفرستم و اونها که بهشون پیوستم. ما فعالان خارج کشور در دستیر جوان یک زحمه بزرگ داریم. اونجا نمونده ها از تمام دنیا شرکت و ما صدای شما و خواسته های شما از این طریق به گوش دنیا میرسونیم و میخواییم که از خواسته های شما حمایت کنیم. شما تو این جنگ تنها نیستیم. به قول بعدر مسئول، اگر ایران بیستد جهان در کنار ما خواهد. احسنت متین. تموم شد صحبتات؟ من هیچ شکی ندارم که رژیم خونگی به زودی سرنگون میشه و ما پیروز میشیم. درود بر تو. با تشکر برادر عزیزم متین. من یک سوالی داشتم. بله. ممنون میشم اگر وقت برنامه بود بیشتر برام توضیح بدید. من میخواستم بدونم آیا این اعتصاب راننده های کامیون که الان 6 روز تو ایران ادامه پیدا کرده و از شهرهای مختلف هم هر روز بهش میپیوندن، آیا رژیم میتونه سرکوبشون کنه
یا ادامه پیدا میکنه تا به نتیجه و خواستشون برسن. بله. با تشکر. درود برچه متین عزیز، خیلی ممنون. با تشکر برادرمون متین، و امیدوارم که با متانت هرچی بیشتر و با قدرت و صلابت هرچی بیشتر در همین کارزار کهکشان که کارزار قیام با آزادی است، خودت و دوستانت هرچی بیشتر فعالتر با دستاوردهای بسیار بسیار بزرگ شرکت داشته باشین. بله، اجازه در ارتباط با موضوع بحثمون که اون رشته بحث رو دنبال بکنیم، یک سوالی بپرسم آقای مهندسین، اونم در ارتباط با قیام. ما این روزا در ادبیات مجاهدین و مقاومت ایران یک اصطلاحی هست، در واقع عبارت آشنایی که تحت عنوان هر لحظه با قیام یا هر نفس با قیام. خب در عملا می‌بینیم که مقاومت ایران، مجاهدین و مقاومت ایران به طور تمام عیار در واقع این کوک رو دارن که هر چه بیشتر این موضوع رو بتونن، خلاصه کار قیام رو بتونن پیش ببرن، استمرار بدن و ارتقاش بدن. من میخوام یه سوال مشخص رو بکنم، چون شما در قسمت‌های قبلی توضیح دادید، اما برای اینکه بسیار مشخص‌تر حول این موضوع بحث بشه، آیا برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت در پاریس یا همون کهکشانی که ازش اسم میبریم با همه ابعاد و انرژی که میگیره، سختی هایی که داره، که فکر میکنم شما خیلی بیشتر از همه در جریان اون چه که اتفاق میفته هستید، این انرژی هایی که به خودش اختصاص میده، آیا در تعارض با این موضوع هر لحظه و هر نفس با قیام نیست، یا اینکه نه به عکس میشه گفت که بخشی از اونه، و خلاصه چطور این دوتا موضوع به هم دیگه ربط پیدا میکنه؟ بله، عرض کنم حضور شما که من اول به این سوال متین جواب بدم بعد میپردازم به این. عرض کنم که رژیم هر لحظه و در هر جا ممکنه یک قیامی رو یا بخشی از یک قیامی رو سرکوب کنه. کار رژیم اینه که بکشه، دستگیر کنه، سرکوب کنه. ولی قیام رو در تمامیتش هرگز نمیتونه سرکوب کنه، به دلیل همون شرایطی که گفتیم، به دلیل همون سه بردار یا سه مؤلفه یا همون مثلث قیام. زمینه ها، عوامل و شرایطی که قیام رو به وجود آورده، این شرایط رو نمیتونه از بین ببره. بنابراین ممکنه فردا با کامیوندارها، با رانندگان کامیون، با این مردم شریف فشارهایی بیاره، سطح اعتصاب و پایین بیاره که امیدواریم که این کارو نتونه بکنه. رانندگان کامیون و رانندگان ماشین‌های سنگین به خواستهاشون برسن و رژیم ناگزیر بشه به خواستهاشون تن بده، خواستهاشون رو بپذیره و انجام بده. ولی قیام در تمامیتش نه سرکوب شدنیه نه خاموش شدنی. البته سرکوب، دشمن سرکوب میکنه، دشمن میکشه، دشمن دستگیر میکنه، دشمن شکنجه میکنه، ولی از اونجایی که امروز دیگه قیام به اخشار گسترده و لایه‌های مختلف جامعه سرایت کرده، لایه‌های مختلف جامعه به قیام روی آوردن، بنابراین این بسیار مشکله که قیام رو از وسط برداره، قیام رو نابود کنه. کما اینکه با همه 8000 دستگیری فقط در دی ماه و بعدها هم دستگیری‌های بیشتر، ولی بالاخره موفق نشد که قیام رو خاموش کنه. در یک جا فروکش کرد، در یک جای دیگه سر برداشت، در یک جایی سرکوب شد، در یک جای دیگه به شکلی دیگه ظاهر شد، و همونطوری که گفتین و در پیام برادر مسعود هم شنیدین، کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی یکی بعد از دیگری در واقع در قیام شرکت دارن، با اعتصاب، همونطور که هموطنمون گفت، اعتصاب اعتصاب اعتصاب. این اعتصاب‌ها رژیم رو فلج می‌کنه، رژیم رو، توانایی رژیم رو می‌گیره، قدرت رژیم رو حتی برای سرکوب کم می‌کنه. قیام یک امر به هم پیوسته‌ای هست
که البته با کانون‌های شورشی، قیام سازمان یافته و هدایت شده ای که میتونه در مقابل رژیم بیسته. اما چون این دوتا به هم مرتبط بود، من اول جواب متین رو دادم، ببخشید. خواهش میکنم. اما این نکته ای که شما اشاره کردید، بگذارید من اینطوری بگم، امروز هر کاری که در خدمت قیام نباشه، هر کاری که مضمون هر نفس با قیام و هر لحظه با قیام نداشته باشه، برای مقاومت ایران، برای سازمان مجاهدین خلق ایران مشروعیت نداره، نامشروعه. هر کاری که در خدمت قیام و در خدمت سرنگونی رژیم نباشه، این کار لوکسه، کار زایده، اتلاف انرژیه، اتلاف انرژی‌های خلق، انقلاب و مقاومت، انرژی‌های مجاهدین، توانایی‌های مجاهدین، اعضا و هواداران مجاهدین، زنان و مردانی که دارن شبانه روز کار می‌کنن، اینها انرژی‌های قیامه، اینها انرژی‌های خلق و انرژی‌های انقلابه. اموالی که در اختیار مجاهدین و مقاومت هست، کمک‌هایی که هر کسی به این مقاومت می‌کنه، هر هموطنی، هر انسان آزاده‌ای که کمک می‌کنه مقاومت، اینا امکانات و سرمایه‌های خلق و انقلابند. و امروز هر سرمایه‌ای رو و هر امکانی رو، هر انرژی‌ای که متعلق به این خلق و این انقلابه، جز در راه قیام صرف کردن مشروع نیست، مجاز نیست، خلاف شرعه، خلاف انقلابه. بنابراین درست باید گفت این کهکشان مضمون هر نفس با قیام یا مصداق هر نفس با قیام، مصداق هر لحظه با قیام در خارج کشور امروز در ماه خرداد سال 1397 همین کهکشانه. این کلمه به طور به اصطلاح افواهی ما میگیم گرد همایی سالانه، و درست هم هست که گرد همایی سالانه است. درسته که گرد همایی هست که هر سال داشتیم، ولی کلمه دقیقی نیست. اگر که الان امسال خرداد نبود و در آستانه سی خرداد و همزمان با سی خرداد و مناسبت هایی که سی خرداد سمبولیزش میکنه در سالگرد مقاومت، سالگرد روز زندانیان و شهدا و زندانیان سیاسی، روز تأسیس ارتش آزادی بخش، سال روز 17 ژوئن حمله کودتای ننگین 17 ژوئن، اینا همه توی 30 خرداد سمبولیزه شده. فرض کنید که الان ما در خرداد نبودیم، در با این شرایط سیاسی در مهر ماه بودیم، باید عملی مشابه همین کاری که الان در پیش داریم و در همون ایام میکردیم. خب الان خوشبختانه اینا رو هم افتاده. اون چه که در کهکشان امسال هست، اون چیزی نیست که پارسال یا پیارسال بود. درست تاریخش همونه تقریبا، در ابتدای تابستونه، نمیدونم با سی خرداد. چه خوب که اینا با هم چه تلاقی کرده، ولی واقعیت این است که این نیاز این مرحله از قیام مردم ایرانه. پس هر نفس با قیام، هر لحظه با قیام، جوابش برای امروز، برای قیام ما در خارج کشور، برای هموطنانمون همین کهکشان است. به همین خاطر من صمیمانه به عنوان یک برادر کوچک از همه خواهران و برادران، از همه جوونا، از همه جوونای جدید و جوونای قدیم، همسن و سالای من و جوونهای قدیمی تر، از همشون، از همه برادرانه استدعا میکنم که در این کارزار مقدس شرکت کنند. شک نکنید، بازتابهاش روی رژیم، روی مردم، روی جامعه بین‌المللی، تماماً در خدمت
قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم است. امیدوارم جواب سوالتون داده بله، خیلی متشکرم. یک تماس داریم، خواهرمون سریا از سوئیس اگر درست شنیده باشم روی خط هستن. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. من از سوئد هستم. سوئد، بله، بفرمایید. با سلام خدمت آقای رفیعی و مهمان گرامیتون آقای مقدسین. سلام از ماست. رسید مژده که ایام غم نخواهد مان، چنان نمان، چنین نیز نخواهد مان. در آستانه کهکشانی دیگر، هموطنم بیا تا من و تو پژواک فریاد و خروش خلقمان باشیم. ایرانم زندانی، خلقم زندانی و زخم آجین. آتش خشمشان در خیابانها شعله ور، کانونهای شورشی خواب را از چشم حرامیان جانی رو بوده. در رابطه با کهکشان شبی را نشستی داشتیم با مجاهدین از جنس ستارگان روی زمین. گفتنی ها بسیار گفتند و گفتند، ناامیدی از وجودم پر رخ بر بست، امید به تار و پود وجودم نشست. از دیرباز می شناختمشان، گذر زمان گرد سفیدی بر موهایشان پاشیده، ولی قلبشان همچون میلیشیای سال 60 تپنده. نگاهشان مالا مال از عشق خلق، هیچ برای خود نمی خواهند. غم دریا را با توفانهایش به جان خریده، در دریای توفان زده به دنبال هیچ گوهری برای خود نبودند. در عبور از توفانهای سهمگین چه آسان از گوهر جان گذشته بودند. آری اینان پیشدازانی به رهبری مسعود کبیر که روزی همین فردا خواهد آمد. آمدنش ارمغان عشق و نان آزادی و عدالت در سرزمین شب زده آخوندیست. هموطنم در کهکشان فردا همچون هنرمندان اشرفی آواز می داریم. من آغازم، تو پایانی، براندازم، براندازم. می آییم تا مظلومیت کودکان سرزمینم را فریاد شویم. می آییم بگوییم کارگر هفت‌تپه‌ام گرسنه‌ام، گرسنه‌ام. می آیم بگویم کودک دست فروشم مدهوش و زخمی در کف خیابان. می آیم بگویم زنم، هرچه از ما کشتید و شلاق زدید و توهین کردید، نیفتادیم، باز ایستادیم، زیرا که اراده کردم که سرنگون کنم تو را. می آیم بگویم قتل عام شدگان سال 67 بر گورهای خود ایستاده و شما جلادان و قاتلان سعی بر نابودی این گورهای جمعی دارید. می آیم تا هزار هزار درد ناگفته ناگفته را فریاد شویم. خامنه ای جلاد، شمارش معکوس روز مرگت را به شماره منشین. پیروزی از آن خلق قهرمان ایران. متشکر از وقتی که به من دادید. درود بر شما، بسیار ممنونیم از کلمات و جملات زیبایی که به کار بردید. درود خواهرمون سریا با پیام بسیار زیبایی که فکر میکنم هر شنونده ای رو تحت تأثیر قرار میده. مطمئنن پیام شما رو با تلاشاتون، پیامتون توأم با تلاشاتون، حتما تأثیرات عمیقی بر همه کسانی که اینو شنیدن و بر جامعه ایرانیان در محیط خودتون خواهد داشت. بله، یک پیام من دریافت کردم، پیامو بخونم بعد یک سوال دیگه، در واقع آخرین سوال رو بعدا برم خدمت شما مطرح بکنم. پیام هیراد از طریق تلگرام ارتباط مستقیم فرستادن، نوشتن که با سلام و خسته نباشید خدمت برادر بهنام عزیز و تمام حامیان مقاومت در سراسر دنیا و یک سلام ویژه خدمت مجاهدین در آلبانی. من هیراد هستم از مونیخ و لحظه شماری می کنم برای کهکشان به خاطر اینکه امسال در موقعیت تعیین کننده یعنی سراشیبی سرنگونی هستیم و باید با حداکثر توان کار نیرویی برای دعوت هموطنان به کهکشان را بکنیم. امیدوارم کهکشان بعدی را در میدان آزادی در ایرانی آزاد برگزار کنیم. درود بر هیراد. درود بر هیراد. امیدوارم که با تلاش‌های خودت و همه هموطنانمون این وعده‌ای که دادی رو محقق کنیم با هم. بله. خب من آخرین سوال رو خدمتتون مطرح بکنم بعد ببینم. خب الان بحث استمرار قیام هست و اینکه الان به رغم همه تلاش‌های رژیم برای
خوابوندن اون این قیام استمرار پیدا کرده و هر روز از هر گوشه شاهد سر برداشتن اون هستیم در شهرهای مختلف و همین موضوع در حالی که سرنگونی در واقع رژیم رو برای محافل و کسانی که منافع خودشون رو در حفظ این رژیم و استمرار این رژیم می‌بینن به صورت یک احتمال جدی مطرح هست. به همین خاطر ما شاهد هستیم که لابی‌های رژیم یا همین کسانی که منفعت دارن در ابقای این رژیم مطرح می‌کنن که اگر امنیت در واقع رژیم و آرامش در ایران چیزی که به کار می‌برن به هم بخوره ایران سوریه خواهد شد و هشدار میدن و خلاصه اخطار میکنن نسبت به وقوع چنین چیزی. من میخواستم پاسخ شما رو به این موضوع بدونم چیه. بله، این حرفی است که این استدلال، این سفسطه، این فریب حرفی است که رژیم، دوستان رژیم، نمایندگان رژیم، لابی های رژیم تلاش میکنن که بگن. در واقع حرف در یک کلام میره. نگاه کنید به سوریه، نگاه کنید به عراق، نگاه کنید به یمن، میخواین ایران هم مثل اینا بشه؟ پس بنابراین دست به وضع موجود نزنید. اگر میخواین ایران سوریه نشه، اگر میخواین ایران یمن نشه، دست به وضع موجود نزنید. چون کسی نیست که جای این رژیم رو بگیره و اگر این رژیم شروع کنه به سرنگونی یا کنترل رو از دست بده یا در بخش هایی از کشور کنترل رو از دست بده، جنگ داخلی میشه. این یک سفسطه و ترفند حقیری هست که رژیم به کار میبره. از گذشته هم این سابقه داره. شاه ملعون اونم میگفت اگر ایران ما نباشیم، اگر اعلیحضرت نباشه، ایران میشه ایرانستان. انگار ایران معادل بود با اعلیحضرت که وقتی اعلیحضرت سقوط کنه یا سقط بشه دیگه چیه؟ ایران تجزیه میشه، میشه ایرانستان. یک مزخرفی رو مطرح میکنن برای اینکه هم مردم رو بترسونن و هم تو دستگاه های خارجی یک بطبع. الان با توجه به اوضاع احوال منطقه این حرف رو به درجاتی جدیتر میزنن، تلاش میکنن که این حرف رو در اینجا در حقیقت رژیم داره از سوریه دوتا استفاده میکنه. خودش سوریه رو کرده سوریه، این جنگ و کشتار و جنایت رو انداخته، همزمان از الگوی سوریه بقیه رو میترسونه که مواظب باشن سوریه ایران سوریه نشه، تجربه سوریه در ایران تکرار نشه. خب این حرف رو در سطح سیاسی، در عرصه سیاسی آدم‌هایی که عاقل باشن، آدم‌هایی که تجربه دارن، آدم‌هایی که به مسائل معادلات سیاسی واردن، خب خریدار نداره. چون واقعیت بسیار روشنه. دو دلیل در بین دلایل زیاد، سه دلیل عمده هست که کلن این حرف بی ربطه. یکی این که اصلا ایران موجودیتی به اسم ایران، کشوری به اسم ایران، ساختار جامعه ایران، ساختار ملی و مذهبی ایران، ساختار ملت ایران، ساختار مذهبی جامعه ایران، ساختار اقوامی که درش هستن قابل مقایسه با بحث مبسوطی، قابل مقایسه با کشورهای دیگه منطقه نیست. سرمایه گذاری دشمنان روی این که بخوان ایران رو تبدیل در ایران یه جنگ داخلی را بندازن، این اصلا صورت مسئله نیست. خوب این موضوع روشنیه، اگر فرصت باشه یک بار مفصل میشه راجع بهش صحبت کرد چه تفاوت‌های عمیق تاریخی بین ایران و کشورهای برخی از کشورهای منطقه که دچار این مشکلات شدن است. خود ایران است. دوم و مهمتر
اینکه آخه سوریه و عراق و یمن رو عامل اصلی این بحران و این جنگ داخلی و یا این کشت و کشتاری که هست رژیم ایرانه. این کشت و کشتار ذاتی سوریه نیست که، این که از سوریه در نیامده که، این کشتار رو رژیم ایران تحمیل کرده به سوریه. اگر سال 2012-2013 رژیم ایران لشکرکشی نمی کرد به سوریه، پاسدارا رو نمی فرستاد، اصلا کار به اینجا ها نمی کشید. بشار اسد سالها پیش ساقط شده بود. خود رژیمی ها میگن این پاسداره که کشته شد توی سوریه، حسین همدانی میگه آقا بشار اسد ناامید شد، دنبال این بود که بره از سوریه. خامنه ای گفت نه برین نجات بدی و ما رفتی. یعنی نه داعشی درست میشد در این ابعاد، اگر داعشی هم بود همچین جای جدی پیدا نمی کرد، نه این کشت و کشتار میشد، نه 500,000 یا 700,000 یا 1,000,000 شهروند سوریه کشته میشد، نه 6,000,000 13,000,000 هم 12,000,000 آواره میشدن، نه 6,000,000 پناهنده میشدن. همه اینا حاصل کار به عنوان عامل اصلی رژیم آخوندی. کمان که در عراق از حرف اول که جنگ عراق اشتباه بود، که الان همه دارن اینو میگن، همه آمریکایی‌هایی که خودشون تو اون جنگ سال 2003 شرکت داشتن، از این عنصر که بگذریم، خب اصلا مشکل در عراق چی بود؟ قدم بعدی همون روز از روز اول گفتیم درهای عراق رو آمریکا رو به رژیم باز کرد. بزرگترین اشتباه به اصطلاح استراتژیک آمریکا که تمام منطقه داره الان از آثارش رنج بره. 2000 در دسامبر 2003 آذر سال 82، در حالی که هنوز این خبرها نبود تو عراق، هنوز رژیم میدوندار نشده بود، هنوز اونجوری رئیس جمهوری مقاومت خرمریم در جمعی در لندن گفتن، آقا خطاب به جمعی در لندن گفت خطر مداخلات رژیم در عراق 100 برابر خطر اتمیش، از بیشتر از خطر اتمی رژیم. پس معنی اگه رژیم ایران سقوط بکنه، ایران سوریه نمیشه، وضع سوریه و عراق و یمن هم درست میشه. اگر میخواین وضع سوریه درست بشه و اگه میخواین عراق درست بشه و اگه میخواین، این همه هزینه کردن، این همه کار کردن در عراق، در لبنان، در یمن و در سوریه. خب اگه این رژیم نباشه، به سرعت همه این مسائل در این کشورها تغییر سمت میده. واضحه که خب یک شبه حل میشه، ولی ریشه اینه. اینم عامل دوم. عامل سوم، در ایران یک آلترناتیو وجود داره. در سوریه و در عراق چنین چیزی وجود نداشت. اصلا اشتباه آمریکا مگه چی بود که رفت عراق؟ غیر از اینکه اصلا رفتن و کشور گشایی کردن، اینا به این دور زمان نیومده. آخه کسی که میره عراق، آیا آلترناتیوی تو این کشور وجود داره؟ آیا یک نیروی ملی و مردمی وجود داره؟ شما که میرین اون رژیم رو سرنگون کنید، یا اون رژیم خودش سرنگون میشه، یا هر چیزی. در عراق آلترناتیو وجود نداشت. همین الان هم بعد از 15 سال از سرنگونی دولت سابق عراقی میگذره، هنوز یک نیروی سیاسی که بتونه اوضاع رو در عراق دست بگیره وجود نداره. در سوریه آلترناتیوی وجود نداشت. بعد از اینکه قیام شروع شد، شروع شده نیروهای شکل بگیرن، و به همین خاطر هم رژیم خیلی دست باز پیدا کرد تو این کشورا، چون آلترناتیوی در ایران یک آلترناتیو وجود داره، یک نیروی سیاسی وجود داره، نیروی سیاسی مسئول متعهد با ریشه‌های تاریخی، با پایگاه اجتماعی، با برنامه مشخص، با ساختار مشخص، که اجازه نمیده به اصطلاح خلأ قدرت تبدیل به بحران بشه، تبدیل به جنگی داخلی بشه. اجازه خلأ قدرت نمیده انتقال. اصلا مگه ما شورای ملی مقاومت چی میگه؟ طرح شورای ملی مقاومت برای اساس دولت موقتی که شورای ملی مقاومت پیشنهاد میکنه، طرحش، برنامهش، همش عبارت است از طرح‌هایی برای انتقال قدرت
از رژیم آخوندی بعد از سرنگون رژیم به دولت منتخب مردم. الان که امکان انتخابات نیست تو ایران، پس من مشروعیت از آن مقاومت. کسی که مقاومت میکنه مشروعیت داره. فردا اگه امکان انتخابات این رژیم سقوط بشه، سقوط بکنه و امکان انتخابات آزاد باشه، اون موقع چیه؟ انتخابات از شورای ملی مقاومت و دولت موقتی که در برنامه شورای ملی مقاومت پیش بینی شده برای اینه که بعد از سرنگونی رژیم یک انتقال آرام قدرت به نمایندگان مردم بشه. در برنامه شورا دوستان میدونن تصریح شده که شورای ملی مقاومت موظف دولت موقتی که بعد از سرنگونی رژیم سر کار میاد، عمرش ماکسیموم 6 ماهه و مسئولیتش در این 6 ماه برگزاری انتخابات آزادی هست، انتخابات آزادی که مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تشکیل بده، که این مجلس مؤسسان قانون اساسی بعد از 6 ماه که تشکیل شد وظیفش چیه؟ وظیفش دو تا وظیفه مهم داره، یا چند وظیفه که دو تا وظیفه در برنامه شورا اینا رو به عنوان 4 وظیفه نوشته، ولی دو وظیفه‌اش رو وظیفه‌های خیلی مهم و به اصطلاح درجه اوله. یکی تدوین قانون اساسی جمهوری، تدوین قانون اساسی جمهوری جدید، و یکی اداره موقت کشور. دیگه اداره موقت کشور بعد از تشکیل مجلس مؤسسان با دولت موقتی که در برنامه شورای ملی مقاومت هست نیست. یعنی پس یه مجلسی تشکیل شده، مردم بهش رأی دادن، اونا دولت موقتشون هم انتخاب میکنن، یه دولت موقتی انتخاب میکنن تحت نظر این مجلس مؤسسان، دولت موقتی رو روکار میارن که اداره امور کشور در دست داشته باشه. همزمان مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تدوین میکنه. وقتی این قانون اساسی تدوین شد و به رأی گیری گذاشته شد، به رفراندوم گذاشته شد و مردم بهش رأی دادن، دولت بعدی و انتخابات بعدی بر اساس این قانون اساسی شکل میگیره. یعنی قدرت بعد از سرنگونی رژیم آرام و به تدریج و قانونمند به مردم تماما منتقل میشه. کمان که وقتی از رئیس جمهور برگزیده مقاومت صحبت میکنیم، رئیس جمهور برگزیده مقاومت نقش مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت تضمین همین در بعد از سرنگونی رژیم، تضمین همین انتقال آرام قدرت از روز سرنگونی رژیم تا تدوین قانون اساسی و تشکیل جمهوری جدیدی که قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان و با موافق با رأی مثبت به اصطلاح رفراندوم سراسری تشکیل میشه. بنابراین در ایران پس سه تا دلیل گفتم این مهم از بابت اینکه برای خونسا کردن ترفندهای رژیم. ایران ساختارش اساساً متفاوته. ایران نه سوریه است نه عراق، به دلایل تاریخی، به دلایل فرهنگی، به دلایل مذهبی، از هر نظر. دوم، منطقه رو، سوریه رو این رژیم آخونداست که این کارو کرده. و سوم اینکه در ایران واسه همون آلترناتیوی وجود داره که اجازه چنین بحرانی رو نمیده. به همین خاطر اینجا بذارین از این بحث پل بزنم به موضوع مورد بحث شما، موضوع مورد بحث این جلسه. اگر میخواین جواب سوریه نشدن ایران رو بدین، بیاین به همین کهکشان نگاه کنید. مطمئنن ملتی که یک اپوزیسیونی داره، یه آلترناتیوی داره، یک مثلا نیروی سیاسی داره که این کهکشان رو برگزار میکنه، این نیرو رو داره، این سازماندهی رو داره، این قدرت رو داره، این حمایت بین المللی داره، قطعا از توی این قیامش سوریه، جنگ داخلی مثل اون چیزی که در سوریه متاسفانه شاهدش بودیم در نخواهد اومد. پس بگذارین با کهکشان، با متمرکز کردن همه تلاش هامون روی کهکشان قیام و آلترناتیو، با متمرکز کردن همه تلاش هامون روی هر لحظه با قیام، هر نفس با قیام، این توده ها و ترفند های رژیم رو هم خونسا کنیم. بله، یعنی اگه بخوام خلاصه بکنم، شرکت هرچه فعالتر در این کهکشان و رقم زدن اون، همون هر لحظه با قیام هست. هر لحظه با قیام هست. بله.
خیلی ممنون. به پایان برنامه رسیدیم و متاسفانه دیگه فرصت وصل تماسهای هموطنانمون رو هم نداریم. با پوزش از همه دوستان و هموطنان، اگر نکته ناگفته ای هست در پایان خواهش می‌کنم شما بفرمایید. نکته ناگفته این نکته که زیاد هست، ولی نکته ناگفته ای که به امشب برگرده باز هم همان نکته تکراری است که از همه هموطنانمون، از همه خواهران و برادرانی که صدای ما رو میشنوند استدعا میکنم، تقاضا میکنم در این مرحله حساس تاریخی، در این مرحله ای که کشور ما در آستانه یک تحول بزرگ هست، به وظیفه‌شون قیام کنند. در سرفصل‌های بزرگ مثل اون چیزی که ما امسال درش هستیم، در این ایام درش هستیم، وظیفه عناصر آگاه، وظیفه کسانی که امکان دارند، کسانی که توانایی دارند مضاعفه. ما همیشه در تاریخ داشتیم لحظاتی که تعیین کننده بوده. در شهریور 1320 وقتی که رضاخان قلدر مجبور شد از ایران رو ترک کنه، شرایط ویژه‌ای برای ایران پیش اومد. متأسفانه در اون موقع یک سازمان مجاهدین خلق ایرانی نبود که از اون فرصت استفاده کنه. در سال 29 و سال 30 بعد از نهضت ملی شدن صنعت نفت و رهبری دکتر مصدق، ایران در یک موقعیت بسیار ویژه بود. متاسفانه مصدق کبیر دست تنها بود. یک سازمان مجاهدینی، یک شورای ملی مقاومتی، یک نیروی ملی که زیر پروبال مصدق رو بگیره وجود نداشت. تنها بود با افراد بسیار معدودی که به انگشتان یک دست هم نمی‌رسید، مثل شهید بزرگ دکتر حسین فاطمی. در انقلاب ضد سلطنتی، رژیم شاه و اپورتونیست های خائن چپنما سازمان مجاهدین خلق ایران رو تا مرز انهدام پیش برده بودند. وقتی که قیام بالا گرفت، متاسفانه نیروی رهبری کنندش دستانش بسته بود. سازمان مجاهدین در زندان بود، سازمان مجاهدین در بیرون زندان توسط رژیم و اپورتونیست‌های چپنما نابود شدند. امروز ما در همون مراحل تاریخ هستیم، با این تفاوت که این مقاومت و این سازمان مجاهدین و این آلترناتیو از همه این گردنه‌ها عبور کرده، با رهبری مسعود، با رهبری خرمریم، در طول این 40 سال از همه این گردنه‌ها عبور کرده و امروز حی و حاضر و توانمند در برسر مسئولیت خودش هست در سراسر دنیا و در جای جای میهن اسیر. شوراهای مقاومت، کانونهای شورشی، هزار اشرف به وظیفه خودش داره قیام میکنه. امروز در این شرایط هر هموطنی، هر خواهر و برادر آگاه و آشنایی به مسائل به خصوص در خارج کشور وظیفه داره و من خواهش میکنم، استدعا میکنم در این موقعیت تاریخی بشه تابید زیر و پالوبر مقاومت رو بگیرین، در این کارزار مقدس کهکشان شرکت کنید. فراموش نکنید که این کهکشان، کهکشان قیام هست، کهکشان قیام، جزئی از قیام و ادامه قیام و تضمین قیامی که این روزها در داخل ایران جریان داره. اگر میخواین رانندگان کامیون ها رو تنها نذارین، اگر میخواین کارگران هفت تپه رو تنها نذارین، اگه میخواین فولاد اهواز رو تنها نذارین، اگه میخواین کشاورزان ورزنه رو تنها نذارین، اگه میخواین هموطنان عرب اون در اهواز رو که در شدیدترین محرومیت ها به سر میبرن کمک کنید، اگر میخواین به کورت های هموطنمون و بلوچ های هموطنمون کمک کنید، اگه میخواین به این 20 میلیون به آمار خود رژیم حاشیه نشین و حلبی آباد نشین کمک کنید، امروز در خارج کشور راهش اینه که این مقاومت رو هرچه باشکوه‌تر، هرچه بزرگتر برگزار کنید تا صداش به گوش تمام تصمیم گیرندگان در اروپا و آمریکا، به گوش خود رژیم برسه و مردم ایران، همونهایی که ما دلمون براشون میتپه، احساس کنند که پشتوانه عظیمی دارند و قدرت و قوت بیشتری برای قیامشون بگیرند. با معذرت از اطاله کلام، امیدوارم که
در هفته های بعد با پیام های خیلی قوی تری شما این نهضت فراخوان به قیام رو ادامه بدید. انشالله ما طبعا تا برگزاری گرد همایی باز برنامه ارتباط مستقیمی رو به همین موضوع اختصاص خواهیم داد. در هفته های آینده باز هم در خدمت دوستان با مهمانان دیگه خواهیم بود. از شما تشکر می‌کنم آقای محدثین به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و بحث و گفتگویی که داشتیم. با تشکر از همه هموطنان و خواهران و برادرانمون در سیمای آزادی. خیلی متشکرم. به اتفاق شما از بینندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم تا برنامه بعدی ارتباط مستقیم. خدا نگهدار. میگم